هجوم معترضان به فرمانداری سراوان، تیراندازی به سوختبران در مرز، آتش خشم مردم را برافروخت. پلیس در مقابل گاز اشکاور شلیک کرد. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم ریشه این همه خشم و خشونت در کجاست؟ با دو فعال بلوچ در این مورد صحبت خواهیم کرد. و چگونه سوخت بری از معدود راه‌های امرار معاش در این منطقه محروم شد؟ با یک روزنامه‌نگار موضوع را بررسی خواهیم کرد. همچنین در برنامه امشب شروع واکسیناسیون کرونا در افغانستان، چرا خبرنگاران و 10,000 مقام دولتی در اولویت تزریق قرار گرفتند؟ موافقت کره جنوبی با آزادسازی پولهای مستور شده ایران به شرط موافقت آمریکا، دارایی‌های بلوکه شده تهران در خارج چقدر است و چرا آزاد نمی‌شود؟ و سرنوشت مبهم 114 کارمند قراردادی ایرانی در شرکت رنو فرانسه. میگویند رنو زیر قرارداد زده. رنو میگوید قبل از استخدام همه شرایط توضیح داده شده بود. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. بنا به گزارش‌ها وضعیت در سراوان در استان سیستان و بلوچستان ملتهب است. در واکنش به تیراندازی دیروز نیروهای امنیتی به سمت سوختبران در این منطقه، امروز معترضان وارد ساختمان فرمانداری سراوان شدند و با ماموران پلیس درگیر شدند. همزمان گزارش‌هایی از بازداشت شماری از معترضان تجمع امروز منتشر شده. گزارش‌های متفاوتی هم درباره تعداد کشته‌ها منتشر شده، از 2 نفر تا 10 نفر، اما تایید این آمار به شکل مستقل ممکن نیست. سوختبری در سیستان و بلوچستان همچون کولبری در کردستان از دید حکومت ایران قانونی نیست، اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تنها راه معیشت مردمی است که درگیر فقر و فلاکتند. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم چرا مقام‌های ایران به جای برخورد با ریشه‌های محرومیت به برخورد با سوختبران رو آوردند. اول گزارشی ببینیم از سیاوش اردلان. این تازه‌ترین تصاویری است که از وضعیت ناآرام امروز در سراوان در پی خشونت‌های مرگبار روز گذشته به دست بی بی سی رسیده. در تصاویر ناآرامی‌های امروز می‌بینیم که گاز اشکاور به سمت معترضان پرتاب شده. دست کم یک خودروی پلیس به آتش کشیده شده. هنوز روشن نیست که آیا کسی در ناآرامی‌های امروز سراوان صدمه دیده یا نه. ولی بسیاری از راه‌های منتهی به سراوان بسته شده و دسترسی به اینترنت محدود است. طبق مشاهدات محلی ها، نیروهای امنیتی برای سرکوب خشم معترضان و برقراری آرامش به سمت سراوان حرکت کردند. این شاهد عینی دست کم 4 خودروی یگان ویژه را شمارش می کند. 1, 2, 3, 4. نارامی های امروز در پی هجوم مردم معترض به ساختمان فرمانداری سراوان بالا گرفت. معترضان توانستند از نرده‌های فرمانداری عبور کنند. آنها سپس خود را به داخل این سالن فرمانداری رساندند. در این ویدیوها نشانه‌ای از درگیری با ماموران دیده نمی‌شود و حتی 2 نفر که به نظر می‌رسد کارکنان دولت باشند در این سالن حضور دارند. اما بیرون سالن تنش به وضوح بیشتر است. معترضان از کشته شدن شماری از سوختبران توسط ماموران امنیتی خشمگین هستند. در این ویدیو دیده می شود که بخشی از لوازم فرمانداری به آتش کشیده شده. این معترض به کشته شدن 37 نفر در تیراندازی های دیروز در منطقه مرزی بمپشت اشاره دارد. رقمی که تایید نشده. فعالان حقوق بشر میگویند که تیراندازی‌های دیروز به سمت سوختبران دست کم 10 کشته و 5 زخمی بر جای گذاشت. این تصاویر نشان می‌دهد که ماموران مرزی در حال شلیک تیر هوایی هستند. اما روشن است که فقط تیر هوایی نبوده و به سمت سوختبران تیر مستقیم هم شلیک شده. و دست کم در این مورد جوانی دیده می‌شود که در خون خود غلطیده. روز گذشته مسئولان محلی سیستان و بلوچستان امروز در روایتی که خود از خشونت‌های دیروز ارائه دادند گفتند که تیراندازی‌ها ابتدا از طرف ماموران مرزی پاکستان صورت گرفت و کشته شدن دست کم 1 نفر را تایید کردند که بعداً این رقم به 2 نفر افزایش یافت.
البته تقریبا بیش از 2 ساعت مذاکره انجام شد با اینها که ما را در واقع خویشتنداری بکنن و هجوم شدت پیدا میکنه و با شکستن دربهای گذر و ایراد خسارت جمعیت وارد میشن و در بین جمعیت 1 نفر کشته و 4 نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن در واقع در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود. فقر و محرومیت شدید در سراوان کسب درآمد از راه جابجایی سوخت به آن سوی مرزها را به یک راه امرار معاش بدل کرده. سراوان با ناآرامی و خشونت بیگانه نیست، اما به نظر میرسد آنچه دیروز بر سوختبران محلی گذشت خشمی کم سابقه را در میان بخشی از ساکنان این منطقه برانگیخته. سیاوش اردنان، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این رابطه حبیب الله سربازی دبیر کل حزب بلوچستان راجی تپاکی با ماست و عبدالستار دوشوکی مدیر مرکز مطالعات بلوچستان از لندن به ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه آقایون. آقای سربازی با شما شروع بکنید. فکر میکنید که چی باعث شده که این بار خشم ساکنان منطقه به این شکل بروز پیدا کرده؟ سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیزتون و میهمان ارجمندتون. موضوع امروزی که دیروزی که در واقع اتفاق افتاد و شلیکی که سمت مردان صورت گرفت و امروز باز تظاهرات هایی هم در سطح زاهدان شکل گرفت و در سطح سراوان و این گسترش پیدا کرده در مناطق دیگه الان گزارش به دست ما رسیده، همه اینها در واقع اون نقطه اوج خشم عمومی مردم بوده از طرها و اتفاقاتی که قبل از این اتفاق افتادن. یعنی ما در همین 1 ماه اخیر یک مسجد در بلوچستان تخریب شده بود، 20 خرد نفر اعدام شده بودند و طرحی هم به نام رزاق اومده بود که به شکل توهین‌آمیزی هدفش رو رزق دادن به تا 20 کیلومتری شعاع 20 کیلومتری مرز به مردم مرزنشین عنوان کرده، در حالی که ما میدونیم ما در مورد مردمانی داریم صحبت میکنیم که فقیر هستند، کار دیگری ندارند و آمدانه در محرومیت گذاشته شدند. تنها راه امراری معاشی که دارند همین کار سوختبری است و این فقط هم محدود به 20 کیلومتر شعاع مرزی منتهی نمیشه، بلکه از همه شهرهای بلوچستان که مثلا خود شهر زاهدان میگه آماری که خب مسئولان اعلام میکنن بین 40-60% میگن خب بیکاری وجود داره در این منطقه. خب این افراد بیکار برای اینکه امرار معاشی بکنن، یه لقمه نان در سر سفره خودشون بیارن، اینا اومدن سر بغل مرز صف کشیدن، مثل همون روش‌های قبلی مثل همیشه اتفاق افتاده. مردم می‌خواستن از مرز رد بشن، همیشه این اتفاق می‌افتاده، اما دیروز سپاه مسیر رو بسته. طبق اظهاراتی که خود فرمانده معاون انتظامی هم داره اشاره می‌کنه در این اظهاراتی که شما پخش کردید، خودش هم داره میگه ما 2 ساعت با مردم مذاکره کردیم که برگردن. خب مردم که گرسنه هستن بر نمی‌گردن، اونا برای امرار معاش خودشون می‌خوان مسیرشون رو ادامه بدن. این وسط خب کاری اتفاقی که افتاده اینه که به سمت مردم شلیک مستقیم صورت گرفته، چون تیرهایی که به مردم اصابت کردن به سر و گردن و سینه اونها اصابت کرده و در تصاویری هم که منتشر شده مشخص هست که به سمت مردم میشه که مستقیم شلیک میشه. شما نمیتونید به مردم بگید، چون اینجا صفر مرزی است و مردم حق ندارن امرار معاش بکنن. خب ما در مورد کسانی داریم صحبت میکنیم که راه دیگری به جز امرار معاش ندارن. اگر این بک‌گراند ماجرا در نظر گرفته نشه، کار و شغلی برای مردم ایجاد نشه و طرحهایی به نفع سپاه پاسداران اجرا بشه مثل رضا که خود سپاه میخواد تنها بخشی از کارهایی که در منطقه مونده رو هم به نفع خودش سازماندهی بکنه و سوخت خرده فروشی هم که وجود داره رو خودش بفروشه و درآمدی برای خودش با توجه به تحریمایی که داره کسب بکنه، خب این میشه منجر به اتفاقی که امروز و دیروز مشاهده بودیم. آقای دوشوکی، همونطوری که آقای سربازی اشاره کردن، علل خشم ساکنان منطقه متعدده. فکر می‌کنید در چنین فضایی علت استفاده از خشونت به جای حل ریشه‌ای محرومیت در منطقه از جانب حکومت چیه؟ متأسفانه جمهوری اسلامی در رابطه با مطالبات مردمی راهی جز استفاده از ابزار خشونت نداره. اینو ما در همه جای ایران میبینیم، چه برسه به مناطق مرزی سیستان و بلوچستان که معمولاً از چشمها پنهان هستن. به همین دلیل موضوعی رو که حتی بر طبق گفته خود معاون سیاسی امنیتی استاندار میتونست حل بشه، خود متاسفانه سپاه تصمیم گرفت که از طریق زور این کار رو بکنه. اما نکته اساسی که بینندگان باید توجه داشته باشن، این بقیده من نه تنها به عمل کرده خود سپاه در استان و بخصوص این طرح به اصطلاح رزاق
برمیگرده. ولی واقعیت اینه که یک بُعد امنیتی، یک بُعد سیاسی بین‌المللی داره. یعنی به این صورت که در گذشته چون اصولا بنزین و گازوئیل و نفت ایران تحریم بود، خب جمهوری اسلامی اجازه میداد که تا حدی این سوخت برن در مناطق مثل سیستان و بلوچستان، حتی در خراسان و استانهای مرزی این سوخت رو به کشورهای همسایه بفروشن. اما الان که مشخص شده که جمهوری اسلامی در نهایت در عرض چند هفته و چند ماه آینده با امریکا قراردادی امضا خواهد کرد و دیگر و میخواد نفت رو خودش از طریق تانکرها بفروشه، نفت مازادی نداره، این طرح رو مطرح کرده بود که اون حداقل افراد وابسته به سپاه، به خصوص بسیج اشایدی که وابسته به سپاه هستن، به اونها کارت مرزی، کارت سوق یا کارت ارزاق داده بشه و اینها بتونن این کار رو بکنن. به همین دلیل وضعیت رو بسیار بغرنج و بحرانی کردن، سختگیری های زیادی کردن. دیروز وقتی تعداد زیادی از این سوختبرا وارد مرز پاکستان شدن که سوخت خودشون رو تحویل بدن و پولشون رو بگیرن، وقتی این صدها نفر میخواستن برگردن داخل کشور، اون دروازه مرزی رو به اصطلاح بستن و در نتیجه اونها نمیتونستن وارد بشن و این باعث تنش شد. آخه چطور میشه وقتی جمهوری اسلامی اجازه میده که شهروندان خودش با این گالون های گازوئیل و بنزین برن اون طرف مرز، بعد بگه ما شما را اجازه نمیدیم به داخل مملکت برگردی؟ این یک عمل غیر قانونی، غیر انسانی بود. هم کسانی که در این طرف مرز بودن و هم اونایی که در اون ور مرز بودن، خب به هر حال این تظاهرات و این اعتراضات رو که خب طبیعی هست شما وقتی نمیتونید به خانه خودتون برگردید. به همین دلیل ما میبینیم جمهوری اسلامی، من تا امروز که نگاه میکنم، جمهوری اسلامی با فرافکنی همیشگی خودش میگفت، خود معاون سیاسی امنیتی استاندار میگفت که یک نفر حداقل توسط مامورین پاکستانی کشته، در اصل اصلا این گونه نیست، درست نیست، اینها در خاک ایران کشته شدن و اصلا ربطی به مامورین پاکستانی نداره. دوم هم این رو با فرافکنی ربط میدن مثلا به نیروهای معاند، به رسانه‌های معاند در خارج، در صورتی که اون لحظه‌ای که این اتفاق افتاد هیچ کدوم از گروه‌های معاند، رسانه‌های فارسی زبان و غیره اصلا خبر نداشتن. ساعت‌ها بعد همه خبردار شدن و اصلا ربطی به مسئله سیاسی نداره، کاملا مسئله معیشتی هست که جمهوری اسلامی متاسفانه در سیستان و بلوچستان هر مسئله‌ای رو امنیتی می‌بینه و هر موضوعی رو، چه موضوع معیشت یا نور شب مردم باشه، این رو می‌خواد به نفع سپاه استفاده، یا باید بگم سوء استفاده بکنه که فقط افراد وابسته به سپاه. به هر حال جمهوری اسلامی از این سوخت به عنوان یک اهرم استفاده میکنه که بتونه نیروها رو جذب کنه. به همین دلیل متاسفانه ما میبینیم در این تلاقی مسائل بین‌المللی، مسائل معیشتی و امنیتی، یک برخوردای این گونه پیش میاد که اجازه بدید سوال آقای سربازی رو بشنویم. آقای سربازی، آقای دوشوکی فرمودن که حکومت جمهوری اسلامی فرافکنی میکنه در مناطق مرزی، این با علم به اینه که مناطق مرزی برای ایران اهمیت استراتژیک دارن، مناطقی هستند که درش بعضن افراطی‌گری مذهبی دیده میشه، همزمان خواسته‌های جدای طلبی دیده میشه، چی میشه که مقام‌های جمهوری اسلامی احساس میکنند که با سرکوب خشونت بار میتونند این مناطق حساس و استراتژیک رو مهار بکنند و کنترل کنند؟ خب این یک بازچرخه اشتباهی است که همیشه در مرکز کشور بوده، همیشه تصورشون همین بوده که باید با سرکوب، با سیاست مشت آهنین با مردمی که بلوچ هستند و سنی مذهب هستند برخورد بکنن و هیچ وقت هم جواب نگرفتن، اما همچنان دارن پافشاری میکنن بر روش اشتباه گذشته خودشون و همه این کلماتی که به نام تجزیه طلبی و به نام موارد دیگه در مورد منطقه صحبت میشه عاری از صحت هستند. اگر بحث امنیت وجود داره در منطقه، همین که شما امرار معاش مردم رو، زمینش رو براش فراهم بکنید، خود به خود امنیت فراهم میشه. من به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون آب حلیل رود که از مرکز، خب یعنی از جیرفت میاد به سمت بلوچستان در جازموریان جا میگیره، این آب رو که در بلوچستان هست در واقع میاد منتقل هست که باید برگرده بره به سمت کرمان که صنایع ازش بهره برداری بکنن، صنایع فربه بشن. خب مردمی که در این منطقه زندگی میکنن برای یک لقمه نان و یک گلوک آب خودشون میخوان از این استفاده بکنن، اون مردم برای اون طرف برای صنایع میخواد استفاده بشه. خب شما وقتی آب رو از مردم بگیرید، انتظار نباید داشته باشید که این مردم هیچ گونه اعتراضی هم نکنن.
یعنی نگاهی که در مورد این منطقه وجود داره، نگاه امنیتی است. ما الان بلوچستان شده بالاترین منطقه مهاجر فرست و بیشترین منطقه مهاجر پذیر. طرحی به نام توسعه سواحل مکران اومده که هیچ کس ازش اطلاع نداره و از طریق وزارت دفاع داره اجرا میشه. طرحهای مثل رزاق هم توسط سپاه پاسداران اجرا میشن، طرحهای دیگری هم اجرا میشن توسط نیروی دریایی ارتش اجرا میشن. یعنی همه نگاه ها نسبت به منطقه مسئله امنیتی است. باید وزارت دفاع اجراش بکنه، نیروی سپاه اجراش بکنه، نیروی فلان. خب طرحهای اقتصادی رو باید یک ارگان مدنی اجرا بکنه، نه یک ارگان نظامی. خود همین اجرا شدن طرحهای به قول اصطلاح خودشون توسط ارگان‌های امنیتی نشون میده که طرح به نفع مردم نیست، بلکه به نفع ارگان‌های حکومتی و خود حکومت. آقای دوشوکی، در پایان فکر میکنید که ادامه سرکوب و این دور اعتراض و سرکوب دوباره فرو خواهد نشست؟ حدود یک سال پیش موقعی که یکی از علما به نام مولانا کوهی اعتراض کرد، ایشون رو گرفتند، زندانی کردند و خود نماینده ولی فقیه آیت الله مهامی گفت ما یه عده در بلوچستان فکر میکنن که شاید شلوغی بشه، ولی در کشور شلوغی شد. در آبان 98 ما اون رو دو روزه جمع کردیم. در بلوچستان هم اگر شلوغی بشه ما این رو یک روزه جمع میکنیم. یعنی نگاه حتی یک آیت الله نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان یک نگاه امنیتی است که یک نگاه تحکمی هم هست. به همین دلیل تا زمانی که این نگاه و بقیده، من ببینید، مار پوست عوض می کند اما خوی عوض نمی کند. متاسفانه جمهوری اسلامی در عرض 42 سال گذشته در تمامی ایران و به خصوص در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان با سوخت بران، در مناطقی مثل کردستان با کوله بران و غیره ثابت کرده که اصولا دشمنی ذاتی داره و نگاه امنیتی. ببینید یک نکته خیلی مهم اینه که این سوخت بران، این کوله بران در شرایطی که کشور در تحریم هست، یعنی شما نمیتونید سوخت خودتون رو به خارج از کشور بفروشید و نمیتونید وسایل رو به داخل کشور بیارید. کوله بران کردستان دقیقا دارن همین کار رو میکنن. یعنی اگر برادران قاچاقچی سپاه یا افراد راندخار وابسته به حکومت در تهران و بقیه نقاط ایران این کار رو بکنن، به اینا مدال قهرمانی میدن برای شکستن تحریما. خب این داره سوخت کشور رو که شما نمیتونید بفروشید و به خاطر سیاست های غلط خودتون به کشورهای همسایه مثل پاکستان و افغانستان میفروشن و نمیتونید وسایل رو که بیاری این کوله برای کردستان از اون کوههای پریخ و صعب العبور پشت خورشون میذارن، حالا یه چیز ساده مثل یخچال باشه یا وسایل دیگر. منظورم اینه که ما میبینیم حتی در شرایطی که کرد و بلوچ حتی به خاطر امرار معیشتی خودشون دارن کمک میکنن به همون سیاستی که جمهوری اسلامی ادعا میکنه. صحیح. یعنی سیاست دور زدن تحریما. وقتی اینا این کار رو میکنن، با این حال مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار میگیرن، در صورتی که یعنی کله گنده های قاچاقچی، کسانی که سوخت رو به صورت قاچاق میفروشن یا وسایل رو به صورت قاچاق و غیر قانون وارد میکنن، اونها مدال افتخار میگیرند به خاطر دور زدن تحریم ها. متشکرم. عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان، و حبیب الله سربازی، دبیر کل حزب بلوچستان راجی نواکی. همطور که اشاره شد، سوختبری در استان سیستان و بلوچستان یکی از اصلی ترین منابع درآمد مردم محروم در این استانه. پیشتر دولت با صدور کارت سوخت برای مرزنشینان گفته بود قصد داره با قانونی کردن سوختبری بر اون نظارت داشته باشه، اما مردم میگن سوخت به نام اونها و به کام دیگران بوده. اخیراً سپاه پاسداران هم با اجرای طرحی به نام طرح رزاق سوخت را به افراد مشخصی میدهد، طرحی که به ابهامات درباره دست داشتن سپاه در قاچاق سوخت برای دور زدن تحریم ها دامن زده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. محروم‌ترین استان ایران، سیستان و بلوچستان. دریا دارند اما آب شرب ندارند. گاهن ریزگرد دارند. کشاورزی کساد است. فقر فراگیر. بسیاری کوچ می‌کنند. عده‌ای هم از ناچاری به سوختبری رو آوردند. قاچاقبران خرد پای سوخت، با سودی ناچیز اما خطر فراوان. بعضی سوخت را روی کولشان میبرند، اصطلاحاً بدوکی ها، و عده‌ای با خودروهایشان. گاه خودشان هدف تیراندازی اند و گاه ماشین هایشان میسازند. میگویند در اثر تیراندازی نیروهای مرزی ایران دومی آتش شد.
مسیرهای پرخطر به تبع تصادفات جاده‌ای هم در پی دارد. از سال 94 ایران طرحی اجرا کرد تا با قانونی کردن انتقال سوخت روی آن نظارت داشته باشد. سوخت از سیستان و بلوچستان در ایران به پاکستان برده می شود. قرار شد افرادی که تا شعاع 20 کیلومتری مرز زندگی می کنند سهمیه سوخت داشته باشند. برای ساکنان مناطق مرزی کارت های سوخت صادر شد. هرچند خودشان می گویند این کارت ها به نام آنها بود اما به کام دیگران. اخیراً هم سپاه پاسداران طرحی جدید اجرا کرده به نام طرح رزاق. حالا افراد مشخصی می توانند سوخت جابجا کنند. چندین پمپ بنزین در نوار مرزی سپاه پاسداران تأسیس کرده است و فقط اعلام کرده است فقط کسانی که در واقع مورد تایید یا به هر حال از طرف سپاه پاسداران هستند اجازه جابجایی سوخت دارند و دیگران اجازه چنین کاری رو ندارند. منتقدان میگویند این تلاش سپاه برای دور زدن تحریم هاست تا سود حاصل از فروش سوخت به خود سپاه برسد. کارت براشون یا صادر میشد یا نمیشد، ولی از زمانی که تحریم ها بر ایران بیشتر شد خود سپاه در رابطه با عبور سوخت از بلوچستان به اونور مرز خودش اقدام کرد. اینم ماشین سپاه، بلاک سپاه که داره گازوئیل میبره برای مرز. و ویدیویی که مردم محلی میگویند گواه این داستان است. نام سپاه پاسداران باز هم با تجارتی گره خورده، اما این بار در محرومترین استان ایران و از تنها راه ارتزاق فقیرترین مردم آن. پرهام قبادی، بی بی سی. داریوش معمار، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه وبسایت ایندیپندنت فارسی از فرانکفورت با ماست. آقای معمار، سالهاست روی قاچاق سوخت و فساد در این حوزه مطالعه کردن. آقای معمار، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از طرح رزاق شروع بکنیم. دقیقاً چه اتفاقی افتاده در روزهای گذشته؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. در خصوص طرح رزاق، هفته دی ماه استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد که برنامه‌ای رو در دست طرح‌ریزی دارن به اسم طرح رزاق، که در این طرح قرار هست بحث سوختبری در سیستان و بلوچستان ساماندهی بشه. از همون زمان با توجه به شعاع تعیین شده برای کسانی که میتونستن از طرح رزاق استفاده بکنن بین سوختبران بلوچستان که بعضن از فاصله های بسیار دورتر با توجه به فقر عمومی که در این استان هست اقدام به این کار میکنند، اعتراض های اتفاق افتاد و همچنین همینطور که منتقدین این طرح اعلام کردند به نظر میاد که بیش از این که این طرح برای کمک به سوختبران سیستان و بلوچستان باشه، برای سازماندهی سوختبری به نفع نهادها و ارگانها و دستگاههایی هست که متولی این امر هستند. و فکر میکنید چقدر عامل خشونت‌هایی که در روز اخیر طرح رزاق ممکنه باشه؟ به نظر من به موضوع خشونت‌هایی که در سراوان اتفاق افتاده باید ریشه‌ای تر نگاه کرد. واقعیت این هست که طبق آمار رسمی بیش از 50% بیکاری در استان سیستان و بلوچستان هست. مشاغل سنتی در استان سیستان و بلوچستان که کشاورزی و صیادی هست به دلیل خشکسالی و مشکلات اون از دست رفتن و چندین سال هست تحت تأثیر شرایط بغرنج اقتصادی که در همه مملکت هست، در سیستان و بلوچستان شرایط بسیار سخت‌تر هست. خب طبیعتاً تنها محل ارتزاق مردم در حال حاضر سوختبری هست که شغل بسیار سختیه. میشه گفت معامله با اسرائیل در سیستان و بلوچستان هست، معامله روزانه، و اگر قرار باشه تنها فرصت شغلی باقی مونده برای اقشار فقیر و آسیب پذیر در این استان هم به این شکل تحت شعاع قرار داده بشه یا تضعیف بشه، خب مسلماً تحمل مردم در واقع پایین خواهد اومد. به نظر من دلیل اتفاقاتی که افتاده صرفاً طرح رزاق نیست، بلکه برنامه‌های معیشتی، این فقدان برنامه‌های معیشتی یا جبران برنامه‌های معیشتی و ضعف عمرانی و توسعه در واقع اشتغال و اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان طی سال‌های اخیر دلیل اتفاقاتی از این دست است که اتفاق سراوان قطعاً با توجه به شرایط این استان آخرین اتفاق هم نخواهد. در مقاله که نوشته بودید چند دسته کرده بودید سوختبران رو، میشه به سازوکار سوختبری و افرادی که مشغول سوختبری هستند اشاره کنید؟
بله، طبق آماری که سال 97 معاونت اقتصادی استانداری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده به صورت رسمی، فقط 30% از سوختی که از مرزهای این استان به سمت کشور پاکستان و افغانستان قاچاق میشه از طریق سوختبرها هست و 70% این سوخت از کانالها و مرزهای رسمی توسط تانکرها با جعل حواله های سوخت قاچاق میشه. خب بخشی از قاچاق به صورت رسمی انجام میشه و سوال بسیار مهم از متولیان مبارزه با قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان این هست که چرا به جای تمرکز بر اون 70% بیشتر متوجه این 30% هستن. بخش دوم قاچاق سوخت قاچاقی هست که توسط افرادی انجام میشه که این افراد موفق شدن با نهادهای نظامی و امنیتی که متولی نظارت هستن توافق داشته باشن و خب به صورت سازماندهی شده این کار رو انجام میدن و معمولا هم نه به سمتشون شلیک میشه و نه اینکه مشکلی پیدا میکنن. اما بخش عمده سوختبری در سیستان و بلوچستان همونطور که در گزارش شما هم اشاره شد توسط مردم فقیر و بیکار این استان انجام میشه در شرایط بسیار سخت از مسیرهای بسیار صعب و خب اینها به صورت طبیعی بجز شلیک مستقیم در اثر تصادفات رانندگی و انفجار هم جونشون از دست میدن، کما اینکه فقط در بهمن ماه طبق آماری که کمپین بلوچ منتشر کرده بود نزدیک به 80 سوختبر بلوچ به دلایل مختلف به خصوص تصادف آتش سوزی جانشون رو در این مسیر از دست دادن و خب به این ترتیب روشن هست که آنچه که برخورد میشه با سوختبرها در سیستان و بلوچستان مشابه برخوردی که با کوله برها در کردستان میشه برخورد منصفانه واقع بینانه و صرفا برای کنترل قاچاق سوخت در این استانها یا قاچاق کالا نیست. متشکرم. داریوش معمار، روزنامه‌نگار از فرانکفورت با من. ایران میگوید درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده اش در کره جنوبی با این کشور به توافق رسیده. وزارت خارجه کره جنوبی هم اعلام کرده که مذاکرات با ایران ادامه دارد و دارایی‌های بلوکه شده این کشور بعد از رایزنی با آمریکا آزاد خواهد شد. منابع مالی مسدود شده ایران در خارج چقدر است و موانع آزادسازی آنها چیست؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارش ببینیم از شیدا هوشمندی. دولت ایران میگوید با دولت کره جنوبی بر سر آزادسازی منابع مسدود شده تهران در سئول به توافق رسیده. رئیس کل بانک مرکزی گزارش‌های امیدبخش ارائه کردند. به نظر می‌رسد در گام اول در حد 1 میلیارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی که در کره هست در اختیار ما قرار خواهد گرفت. مذاکرات دیگری نیز با کشورهای عراق و عمان داشتند که بتوانند از منابع بانک مرکزی برای تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور مثل کالاهای اساسی، نهادهای کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنند. روایت کره جنوبی اما با این صحبت‌ها تفاوت دارد. رسانه‌های کره می‌گویند وزارت خارجه این کشور آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران را مشروط به ثمر بخش بودن مذاکرات با کشورهای ذی‌نفع مانند امریکا کرده. طی دیدار سفیر کره جنوبی و رئیس کل بانک مرکزی ایران دو طرف به گزینه‌های یکدیگر نزدیک‌تر شدند و ایران موافقت خود را با پیشنهادهای کره اعلام کرد. آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران بعد از رایزنی با کشورهای مربوطه از جمله آمریکا انجام خواهد شد. منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی مدتی است که روابط دو کشور را دچار تنش کرده. ماه گذشته سپاه پاسداران یک کشتی کره جنوبی را در خلیج فارس و به دلیل آنچه ایجاد آلودگی محیط زیستی خواند توقیف کرد. ارتباط این اقدام سپاه با اختلاف بر سر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره به طور رسمی تایید نشده، اما نشانه های این ارتباط از دید رسانه ها دور نمانده. بلوکه شدن پول‌های دولت ایران در خارج محدود به 7 میلیارد دلار در کره جنوبی نمی‌شود. ایران 1.5 میلیارد دلار در ژاپن دارد و البته حدود 20 میلیارد دلار هم در بانک‌های چین از پشتیبانان سیاسی دولت تهران. هرچند وزارت خارجه ایران می‌گوید این 20 میلیارد دلار مسدود نشده و ایران هر زمان بخواهد می‌تواند آن را خرج کند. علاوه بر اینها بیش از 1.5 میلیارد دلار در بانک‌های لوکسامبورگ و 6 میلیارد دلار در عراق بلوکه است. بانک مرکزی پیشتر گفته بود دولت عراق اجازه داده که ایران با پول‌های بلوکه شده‌اش از آن کشور کالای اساسی بخرد.
اینها موارد عمده پولهای بلوکه شده در سالهای اخیر هستند و موارد قدیمی تری هم وجود دارد. مشکل عمده آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در خارج انتقال پول به داخل است که خلاف مقررات تحریم‌های آمریکا است. البته دولت آمریکا نقل و انتقال پول برای اهداف بشردوستانه را غیرقانونی نمی‌داند. به همین دلیل محتمل ترین گزینه برای انتقال منابع ایران در کره جنوبی کانال مالی سوئیس یا همان قرار تجاری بشردوستانه سوئیس برای فروش غذا و دارو به ایران است که بهمن ماه 98 و با تایید دولت آمریکا راه اندازی شد. بر اساس این پست اینستاگرامی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، ژاپن هم می‌خواهد از طریق فروش کالاهای بشردوستانه مانند واکسن پول‌های مسدود شده تهران را آزاد کند. خبر مذاکره با کره جنوبی برای آزادسازی پول‌های ایران بازخورد معناداری در بازارها به ویژه بازار ارز نداشته. نرخ دلار در روزهای اخیر کمی افت داشته اما هنوز بالاتر از نرخی است که در روزهای نخست روی کار آمدن دولت جدید آمریکا خرید و فروش می‌شد. به نظر می‌رسد که فعالان اقتصاد ایران همانند بازیگران سیاسی آن در انتظار اقدام‌های بعدی دولت جدید آمریکا در قبال دولت ایران و مناقشه هسته‌ای هستند. شیده هوشمندی، بی بی سی. واکسیناسیون کرونا از امروز در افغانستان آغاز شد. افغانستان 500 هزار دوز واکسن کرونا از هند وارد کرده که تولید داخلی آن کشور است و به تازگی به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در آغاز روند واکسیناسیون بر ایجاد یک نظام برای توزیع عادلانه واکسن در کشورش تاکید کرد. علی حسینی گزارش می‌دهد. بلندپایه ترین مقام های دولت افغانستان در مراسم آغاز واکسیناسیون کرونا. به گفته رئیس جمهوری، فاجعه‌ای که دنیا را از پا انداخت در افغانستان خوب مدیریت شده. از رسانه ها امروز درست در همان روزی که یک سال پیش نخستین فرد مبتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات شناسایی شد، اولین واکسن به خبرنگار تزریق شد. از سکتور امنیتی نیروهای امنیتی، کارمندان صحی و خبرنگاران جزء اولین گروه‌هایی هستند که واکسینه خواهند شد. امنیت ملی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری که میگوید حکومتش در مدیریت وضعیت در دو موج کرونا نمره قبولی را گرفته، خواهان همکاری برای توزیع عادلانه واکسن شد. در این مرحله از تمام اقشار افغانستان خواسته مییز که نظام را برای توزیع عادلانه که وزارت محترم صحت عامه پیشنهاد کرده امروش همکاری کنیم. کوشش‌های ما برای ایجاد منابع برای دور دوم که 40% تا 40% مردم افغانستان در بر بگیره انشالله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد. دو هفته پیش اولین محموله واکسن کرونا از هند به افغانستان رسید. 500 هزار دوز برای 250 هزار نفر. حکومت افغانستان برنامه ریزی کرده که در سال جاری میلادی 20% جمعیت این کشور و سال بعد 40% دیگر واکسینه شوند. اگر این اتفاق رخ دهد، گفته شده که مسئولیت همگانی ایجاد خواهد شد. افغانستان دو ماه پیش درگیر موج دوم شیوع ویروس کرونا شد. در یک سال گذشته آمارهای رسمی میگوید 55646 نفر مبتلا شدند و 2435 نفر جان باختند. همه دولت و مردم اما باور دارند که آمار واقعی میتواند به مراتب بیشتر از این باشد. موضوع قابل تأمل اما این است که طی هفته‌های اخیر از آن ترس، نگرانی و همچنین تدابیر ماه‌های اول شیوع کرونا در بین مردم حالا خبری نیست. گویا کرونای دیگر نیست. وضعیتی که نیازمند توجه به این نکته آخر رئیس جمهوری افغانستان است. نکته آخرم خدمتتان است که با تکرار احسن حرفای مجلس خطر کرونا رفع نشد. ضرورت واضح است که مهمترین اقدام که توجه به خود است و خود ما دکتر خود هستیم با پوشیدن ماسک، با حفظ فاصله و با توجه به امنیت سرتاسری همه خواهر و برادرای ما برش توجه شوه. علی حسینی، بی بی سی، کابل.
در تلاش اینکه با یکی از مقام های وزارت صحت عامه افغانستان گفتگو بکنیم، اما هنوز ارتباطمون برقرار نشده. امیدوارم که تا پایان برنامه برقرار بشه. در آمریکا شمار کشته های بیماری کووید 19 از مرز 500,000 نفر هم گذشت، یک پله دیگر در رقم بزرگ جان باختگان این همگیری. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته نباید گذاشت این درگذشتگان صرفاً به یک عدد تبدیل شوند. با سرعت گرفتن واکسیناسیون، مقام های بهداشتی امیدوارند تا آخر بهار این همگیری در آمریکا مهار شود. جزئیات بیشتر از خبرنگار ما هادی نیلی. زنگ عزای کلیسای ملی واشنگتن، پایتخت آمریکا، برای درگذشتگان ویروس کرونا در ایالات متحده. 500 ضربه برای 500,000 نفر کشته شدگان این بیماری همگیر ظرف یک سال بعد از شناسایی نخستین بیمار در آمریکا. در این مدت شمار کسانی که ابتلایشان به این بیماری تایید شده از 28,000,000 نفر گذشته. نرخ مرگ زیر 2% بوده که کمتر از بعضی کشورهای توسعه یافته دیگر است، اما این رقم همچنان رقم مهیبی برای آمریکا است. برابر جمع کل تعداد کشته شدگان آمریکا در جنگ‌های جهانی اول و دوم و جنگ ویتنام. رئیس جمهوری که تازه یک ماه از آغاز کارش گذشته و با انتقادهای مستمرش به سیاستهای دولت قبلی درباره مهار کرونا در انتخابات پیروز شد، در کاخ سفید برای این 500,000 نفر مراسم یادبود گرفت. We often hear people described as ordinary Americans. There's no such thing. اغلب می‌شنویم که به این افراد می‌گویند آمریکایی‌های عادی، ولی چنین چیزی نیست. آنها عادی نبودند. کسانی که از دستشان دادیم خارق‌العاده بودند. بعضیشان چند نسل در این کشور بودند. بعضی اینجا به دنیا آمده بودند، بعضی به اینجا مهاجرت کرده بودند، ولی خیلی از آنان آخرین نفس‌هایشان را در آمریکا کشیدند در حالی که تنها بودند. به عنوان یک ملت ما نباید چنین سرنوشت بی‌رحمانه‌ای را بپذیریم. مدت طولانی است که با این همه گیری مبارزه می‌کنیم، ولی باید در مقابل کرخ شدن درباره این اندوه مقاومت کنیم. باید جلوی این که زندگی هر کدام از این افراد به یک رقم و آمار خبری تبدیل شود مقاومت کنیم. باید برای ارج گذاشتن به آنها که درگذشتند این کار را بکنیم، و همانقدر مهم برای همدردی با بازماندگان آنها. به احترام این 500,000 قربانی، پرچم‌ها در آمریکا برای 5 روز نیم افراشته شده. در هفته‌های اخیر آمار مبتلایان جدید و جانباختگان ویروس کرونا در آمریکا باز هم سیر نزولی گرفته. واکسیناسیون کرونا هم سریع‌تر شده. تا حالا از هر 5 نفر بالای 16 سال در آمریکا 1 نفر واکسن زده. حالا روزی بیش از 1.5 میلیون نفر واکسن می‌زنند. در کنار آن، ادامه محدودیت‌ها و رعایت توصیه‌های بهداشتی این امیدواری را تقویت کرده که اوضاع ظرف ماه‌های آینده بهتر شود. مقام‌های آمریکا حرف از این می‌زنند که تا پایان بهار و فرارسیدن روز ملی آمریکا، روز استقلال، همه‌گیری در این کشور مهار شده باشد. هرچند همچنان پیش‌بینی می‌شود تا آن زمان 100,000 نفر دیگر به کشته شدگان افزوده شود. چهره ارشد در مبارزه با کرونا معتقد است تفرقه سیاسی در آمریکا به این میزان شیوع و مرگ و میر کمک کرده. What the most compelling reason why we've done worse than we should have done. ما بدتر از اونی که از دستمون برمی اومد عمل کردیم. به نظرم بدترین موقعیت برای شیوع یک بیماری همه‌گیر وقتی که چنین تفرقه شدیدی در جامعه هست. همه‌گیری کرونا اصلی ترین موضوع انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود و مانند کشورهای دیگر همچنان دغدغه اصلی مردم است. از فکر کردن به این آمار کشته شده ها نفسم بند میاد. فکر می کنم خیلیش از سیاست هایی که در این باره داشتیم، ولی فکر می کنم خود افرادم موثرن. هممون میتونیم کارهای ساده ای انجام بدیم تا مهارش کنیم. دلایل زیادی برای امیدواری هست. تعداد بیماری جدید داره کم میشه به خاطر واکسیناسیون یا دلایل دیگه. از این بابت خوشحالم. قطعا توی زندگیم باز هم یه همه‌گیری دیگر رو خواهم دید، شاید خیلی زود، ولی امیدوارم این بار درس گرفته باشیم. با بهبود نسبی اوضاع، بیکاری به کمترین میزان از زمان اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی‌های گسترده برای مهار کرونا رسیده و شمار افرادی که از دولت حقوق بیکاری خواستند به زیر 5,000,000 نفر کاهش یافته.
در این یک سال دولت آمریکا حدود 11,000 میلیارد دلار کمک مالی به کسب و کارها و مردم داده تا قدری از سنگینی ضربه اقتصادی این بحران را بگیرد. رقمی که خیلی ها آن را همچنان کافی نمی دانند برای بحرانی که هنوز ادامه دارد. هادی نیلی، بی بی سی. عثمان طاهری مشاور مطبوعاتی وزارت صحت عامه افغانستان همطور که گفتم از کابل به ما پیوسته در رابطه با شروع واکسیناسیون کرونا در افغانستان. آقای طاهری خوش آمدید به برنامه. ابتدا میشه به ما توضیح بدید که بر چه اساس اولویت بندی شده که علاوه بر پزشکان و کارمندان صحی مقامات در ارگ و خبرنگاران واکسینه بشن؟ تشکر، سلام بر شما، سلام بر بینندگان تلویزیون بی بی سی. این روز با یک مراسم رسمی در حضور رئیس جمهور و وزیر صحت عامه افغانستان و مقامات بلند دولت در ارگ تطبیق واکسن کرونا شروع شد. اولویت بندی واکسن کرونا در افغانستان ابتدا بر کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و بر علاوه از این کارمندان و کارکنان رسانه ها تطبیق میشد. مقدار واکسن به 2500 شخص تطبیق شده میتونه، چون مقدار واکسن خطر کافی نیست. بنان کسایی که در معرض خطر هستند، کسانی که واجد شرایط هستند، در این بخش تطبیق میشه. تفاوت داره با نرمی که در بسیاری از کشورهای دیگه پیاده شده؟ در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا ابتدا افراد مسن یا افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن واکسینه شدن. سوالی که بسیاری از کاربران افغان دارن مطرح میکنن اینه که بر چه اساسی خبرنگاران که اغلب جوان هستند و توان بیشتری برای مقابله با این بیماری دارن واکسینه میشن؟ ببینید، مقدار واکسین قدر کافی نیست. اولین محموله که وارد افغانستان شده کمک کشور هندوستان است. 500 دوز واکسین است، به 250,000 شخص تطبیق میشه. این کفایت نمیکنه، به تمام اتباع افغانستان و کسانی که سن بلند دارن، امروز مترافقه دارن و اکثریت مردم افغانستان که شما میدانید که جوان ها هستند و ما بالاتر از 18 سن افغانستان واجد شرایط واکسین است. ما تلاش داریم برای 60% نفوس افغانستان 20% اول، دوم، سوم واکسین تدارک بکنیم و با تعقیب 250,000 دوز واکسین بعدی که 20% اول از داخل افغانستان خواست دمای جون تطبیق بعدی بالای اشخاص مسن و اشخاص که امروز مترافقه دارن. آقای طاهری، سوال من هم همینه. سوال اینجاست که بله، من متوجه هستم که تعداد واکسن کمه، ولی سوال بسیاری از کاربران افغان اینه که چرا خبرنگاران که اغلب جوانن، چرا افراد مسن‌تر رو شما شروع نکردین ابتدا واکسن بزنین؟ ببینین، مقدار تعداد افراد که در رسانه کار میکنن اونقدر زیاد نیست که تمام واکسن بیرینا تطبیق شود و افرادی که سنشان بسیار بلند است هنوز کار جریان داره، پلان جریان داره به تطبیق واکسن بالای افرادی که مسن هستند و سنشان بلند است و هنوز مترافقه دارند. به قدمه بعدی که دایده بسیار نزدیک واکسن افغانستان شد، این واکسن برای افغانستان افراد مسن تطبیق خواهد شد. فرمودید که تا الان 500,000 دوز وارد شده که برای 250,000 نفر قرار استفاده بشه. مشخص هست که دوزهای بعدی کی وارد میشه و کی وارد مراحل بعدی واکسیناسیون میشه افغانستان؟ قرار این است که واکسینی که سازمان صحی جهان و کوکس فسیلیتی آگاهی برای ما کمک میکنه و این قرار است ماه جون وارد افغانستان شود. محموله اول وقتی وارد افغانستان شد تطبیق این هم شروع خواهد شد. متشکرم. عثمان طاهری مشاور مطبوعاتی وزارت صحت عامه. مجله فرانسوی لوپوان در گزارشی از وضعیت مبهم 114 نفر از کارکنان ایرانی شرکت خودروسازی رنو در فرانسه خبر داده. این افراد با تمام شدن قراردادشان باید خاک فرانسه را ترک کنند. مریم افشنگ در مصاحبه با چند نفر از آنها از جزئیات بیشتر شرایط زندگی آنها میگوید. خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های جدید، از جمله تحریم صنعت خودروسازی، زندگی بسیاری از کارکنان و کارگران شرکت‌های خودروسازی در ایران را عوض کرد.
از جمله زندگی 114 نفر از کارکنان رنو پارس را. در سال 2018 شرکت رنو در فرانسه 114 نفر از کارکنان این شرکت را با قراردادی که به واسطه شرکت مدیریت جهانی رنو و نیسان RNGM در سوئیس بسته می شود به همکاری در پاریس دعوت می کند. برای بسیاری از آنها این قرارداد 2 ساله تمام شده. بعضی به ایران برگشتند و بعضی روزهای آخر قرارداد را می گذرانند. هیچ کدام از کسانی که ما با آنها صحبت کردیم حاضر نشدند به دلایل امنیتی و شغلی با نام و مشخصاتشان گفتگو کنند. یکی از کارکنان رنو که فعلاً در پاریس است گفت که زندگی شخصی او و خانواده‌اش در 2 سال اخیر با سیاست‌های شرکت رنو به شدت تحت تأثیر قرار گرفته. همچنان قرارداد با شرکت RNGM در سوئیس را قراردادی مصنوعی می‌داند. این شرکت بعد از انتقال ایرانیان به فرانسه برای خانواده‌های آنها با هماهنگی سفارت فرانسه در ایران اجازه صدور ویزای توریستی آن هم حداکثر 6 هفته در سال موافقت کرد، بدون آنکه این مسئله را قبل از اعزام کارکنان به فرانسه نه به صورت شفاهی و نه در قرارداد کار ذکر کند و تهدید کردند در صورت عدم توجه به این ایمیل اقدامات ضروری مورد نیاز انجام خواهد شد. شرکت رنو همچنین بیمه خانواده‌ها در ایران را در اوج کرونا از جولای 2020 قطع نمود و با وجود فعالیت شرکت رنو پارس در ایران هیچ گونه حمایتی از خانواده‌های ما برای پوشش بیمه نکرد. همسر و فرزندم برای دیدار من برای مدت 6 هفته به فرانسه آمدند که متاسفانه به دلیل کرونا پرواز برگشت آنها چندین بار کنسل شد و از آنجایی که بیمه ایران توسط رنو یک شبه قطع شده بود، پسر و همسرم نتوانستند به ایران بازگردند. پسرم فرصت تحصیل در ایران را از دست داد و مجبور شد در فرانسه سال تحصیلی را با 3 هفته تأخیر و با زبانی غیر از زبان مادری به سختی شروع کند که در نهایت با اتمام قرارداد من و درخواست‌های مکرر از رنو این شرکت حاضر نشد که من با هزینه شخصی خودم خانواده‌ام در فرانسه تا پایان سال تحصیلی جاری در فرانسه بمانند و قبل از پایان قراردادم نماینده رنو و مأمور آژانس مسکن با مراجعه حضوری اصرار بر تخلیه خانه در فصل زمستان را داشتند. شرکت رنو در جواب به ایمیل BBC گفته کارکنان ایرانی که خودشان انتخاب کردند تا به فرانسه بیایند قراردادی با مدیریت جهانی رنو و نیسان RNGM بستند که یک قرارداد استاندارد برای انتقال بین‌المللی کارکنان رنو است. هدف RNGM مدیریت طرح‌های جابجایی بین‌المللی در اتحادیه رنو و نیسان است. این طرح یک سیاست استاندارد مدیریت منابع انسانی را برای مدیران مقیم خارج و انتقال یافته تعیین می‌کند و به اجرا می‌گذارد. در میان مزایای مختلف مربوط به جابجایی، کارکنان ایرانی از برنامه بیمه درمانی بین‌المللی RNGM بهره‌مند شدند. از طرف شرکت برای آنها خانه هم تأمین شد. یکی از کارکنان رنو به ما گفت در شروع به آنها گفته شده که شرکت فقط ویزای توریستی را قبول می‌کند. با توجه به قانون فرانسه و نوع ویزایی که ما داشتیم میتونستیم برای خانواده درخواست اقامت بلند مدت بدیم. به امید اینکه خودم بتونم فرزند کوچک و همسرم رو بعد از انجام مقدمات لازم ببرم راهی شدم. اما بعد از ورودم به فرانسه جزئیات کم کم تغییر کرد و گفتن خانواده ها فقط 6 هفته در سال میتونن به دیدار ما بیان. فشار زیادی روم بود و بعد از 4 ماه به مدیرعامل رنو پارس ایمیل زدم و با توصیف شرایطم و اینکه فرزندم کوچک است و به من نیاز داره ازشون خواستم که به من کمک کنن که بتونم خانواده‌ام رو در کنارم داشته باشم. اما جواب این بود که اگر از شرایط ناراضی هستم میتونم به قرارداد پایان بدم و به ایران برگردم و برای اطمینان از این روند اشعار رو هم گذاشتن توی ایمیل. من 6 ماه از فرزند خردسالم دور بودم و تو این مدت فقط 1 بار به ایران سفر کردم. اما پایان این سفر و جدایی از فرزندم بسیار دردناک بود و من با بی‌تابی‌های فرزندم دوباره راهی فرانسه شدم. در نهایت موفق شدم فرزندم رو با ویزای توریستی به فرانسه بیارم و با توجه به حقی که قانون فرانسه به والدین میده و با ارائه مدارک لازم تونستم فرزندم رو پیش خودم نگه دارم. شرکت رنو میگوید به دنبال اجرای تحریم ها علیه ایران در سال 2018 به چندین کارمند پیشنهاد کرده مهارت خود را برای پروژه های احتمالی آینده در ایران حفظ کنند و به طور موقت یعنی 2 سال به فرانسه بیایند. در اکتبر 2018 جلسه توجیهی توسط رنو پارس تشکیل شد تا شرایط این بسته ها توسط RNGM به کارکنان ارائه شود و آنها با آگاهی کامل از واقعیت ها تصمیم بگیرند.
در این جلسه مشخصا گفته شد که این مأموریت در فرانسه در چارچوب قراردادی است که فقط وضعیت شخصی کارمندان را در نظر گرفته و شامل خانواده ها نمی شود. بعضی از کارمندان رنو پارس به دلایل خانوادگی این پیشنهاد را رد کردند و انتخاب کردند که در ایران بمانند. در عوض و برای در نظر گرفتن دوری کارمندان از خانواده با توجه به وضعیت خانوادگی هر فرد بودجه سفری در نظر گرفته شد تا آنها بتوانند با خانواده هایشان که در ایران ماندند ملاقات کنند و آنها هم بتوانند برای 6 هفته به فرانسه بیایند. کارکنان رنو که به فرانسه رفتند و حالا مجبور به بازگشت به ایران هستند میگویند برای رفتن به فرانسه باید از کار خود در رنوی پارس در ایران استعفا میکردند. بعضی از آنها سابقه سالها همکاری با این شرکت خودروسازی را دارند. حالا نه شرکت رنو در فرانسه قرار داده آنها را تمدید می کند و نه با توجه به تحریم ها بخت چندانی دارند که دوباره به شرکت رنوی پارس ایران برگردند. مریم افشنگ، بی بی سی. همکارم مریم افشنگ در گفتگو با لیلا صابر وکیل چند نفر از کارکنان رنو در فرانسه از او پرسیده چه حقی از موکلانش تضییع شده. در حقیقت رنو میتواند محکوم بشود به دلیل نقض 2 قانون اساسی فرانسه. یکی آرتیکل L1262-1 کد کاری فرانسه هستش که میگوید کارفرمای خارجی در حقیقت میتواند کارمندها را به طور موقت به فرانسه استخدام کند به شرط اینکه قرارداد اولیه برقرار بماند. در صورتی که توی این کیس رنو در حقیقت رنو از تمام کارمندا خواستش که استعفا بدن از قرارداد اصلیشون با رنو پارس ایران و بهشون یک قرارداد سوئیس داده شده که در حقیقت هیچ وقت در سوئیس کار نکردن و هیچ نوع دلیلی نبوده که این قرارداد در سوئیس با کارمندا امضا شده باشه. قانون دومی که در حقیقت مشکل ساز هست برای رنو این هستش که آرتیکل 82231 کد کاری میگوید که کارفرمایی که کارمند خود را برای سود بردن به کارفرمای دیگری قرض میدهد و با این کار به کارمند آسیب میزند و فرار از قانون میکند میتواند محکوم شود و کاملا ما میتونیم بگیم که هیچ دلیلی رنو نداشته که در صورتی که کار در فرانسه بوده و برای رنو فرانسه بوده هیچ دلیلی نداشته به جز این که نخواد حفاظتی که قانون فرانسه به کارمندای فرانسه میده نخواد این حفاظت رو بده. به این دلیل فقط میشه گفتش که قرارداد در سوئیس بسته شده. خانم صابر، اقدام بعدی شما چی؟ از لحاظ قانونی برای موکلاتون چه کاری میخواین انجام بدین؟ طبق قانون فرانسه اولا خیلی مهم هستش که باید گفت فرانسه حافظ تمام کارمندا هستش و فرقی نداره که شما فرانسوی باشین، ایرانی باشین، وقتی که در زمین فرانسه، در کشور فرانسه دارین کار میکنین این حفاظت به شما داده میشود. ما اول یک نامه هشدار به رنو خواهیم فرستاد برای اینکه قانون فرانسه همیشه کار ما اینجور هستش که ما از رنو میپرسیم که آیا مایل هستش که ما با هم کنار بیاییم درباره این مشکل و این کیس. اگر که جوابی از طرف رنوبر ما نباشد ما از لحاظ قانون اجازه اینو داریم که به دادگاه برویم و بخوایم برای تمام کارمندایی که این مشکل رو داشتن بتونیم از طرف دادگاه حکم بگیریم. محققان در بیمارستانی در لندن دستگاهی را در اختیار جراحان قلب قرار دادند که قلب احدایی کودکان را تا 12 ساعت زنده نگه می‌دارد تا به کودک دریافت کننده پیوند زده شد. مدت زمانی که کودکان برای دریافت قلب احدایی باید انتظار بکشند معمولاً حدود 2.5 بزرگسالانه.
حال این دستگاه به فریا دختر 14 ساله کمک کرده که یک بار دیگه به زندگی طبیعی برگرده. آنا کلینسون گزارش می‌دهد. کفری آزاد و قبراق، ولی یک سال پیش یکی از این دو خواهر مشکل نارسایی قلبی داشت و در انتظار پیوند قلب بود. سربان قلبم که بالاتر می رفت برام خطرناکتر می شد. احساس خستگی می کردم. هر قدر فعالیتم بیشتر می شد بیشتر نفس کم می آوردم و خسته می شدم و فعالیتم کمتر می شد. به فریا هشدار داده بودند که شاید 2 سال در انتظار بمونه، ولی خوش شانس بود و 2 بیمارستان در بریتانیا برنامه تسریع پیوند قلب برای کودکان رو آغاز کرده بودند. دست تو تکون بده، دارم ازت فیلم میگیرم. 2 ماه بعد عمل پیوند قلب انجام شد و فریا مرخص شد. و چند ماه بعد این نوجوان 14 ساله فعالیت‌های مورد علاقه‌اش را از سر گرفت. من خیلی هیجان زدم. این هدیه خیلی با ارزشه. ولی خیلی ناراحت کننده است که صاحب این قلب مرده. گاهی دست خودم نیست، نمیتونم بهش فکر نکنم. برنامه جدید از قلب اهدا کنندگانی استفاده میکند که درگذشتند. ولی همین که قلب از بدن فرد اهدا کننده جدا میشد از تپیدن باز میایستاد. این دستگاه فرصت زنده نگه داشتن قلب فرد اهدا کننده را بعد از مرگ او میدهد. حالا با استفاده از این ماشین که در آن جوهر قرمز ریخته شده، پزشکان می توانند قلب را زنده نگه دارند و آن را مداوا کنند. این شلنگ‌ها خون را در داخل قلب حرکت می دهند و آن را تا 12 ساعت سالم نگه می دارند که به جراح‌ها فرصت کافی برای انجام آزمایشات لازم و حتی انتقال آن به مکان دیگری را هم خواهد داد. بیمارستان پاپورت پیشگام روشی است که به آن اهدای بعد از مرگ قلبی گفته می شود. زمانی که قلب زنده نگه داشته شد، جهت پیوند زدن به بیمارستان گریت اورموند استریت در لندن فرستاده می شود. دوران انتظار وحشتناکیه، این که نتونی بری مدرسه و مدام ترس بدتر شدن رو داشته باشی. ولی بسیاری از بیمارای پیوندی ما اونقدر مریضن که باید 6 ماه یا حتی 1 سال در بیمارستان بستری بشن تا قلب اهدایی به اونا برسه. این دستگاه نه فقط زمان انتظار رو کاهش میده، بلکه پیوند قلب رو برای کودکانی که تا حالا چنین امکانی براشون فراهم نبود عملی میکنه. خانواده فریا هرگز این دستگاه و کسانی که زندگیش را نجات دادند فراموش نخواهد کرد. همیشه در پس ذهنمون خواهد بود، ولی حالا او یک قلب خوشگل و سالم داره و آینده روشنی در انتظارشه. این میچه از دقیقه امشب. فعلا خداحافظ.